اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. اللهم سلام علیکم خیر مقدم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجبین و بقیت الله فی العالمین بهم نتولا بهم نتبرعو الالله. مردم شما آیات، حجج، اساتید، بزرگواران این همایش را گرامی می‌دارید. از برگزار کنندگان این همایش وزین حق شناسی می‌کنیم. از خردمندانی که با ایراد مقال یا ارائه مقالت بر وزن علمی این همایش افزودند سپاسگزاریم. از ذات اقدس اله مسئلت می کنیم به برکت ولیش خیر و صلاح و فلاح امت اسلامی، مخصوصا شما را به برکت دعای ولیش مستجاب بکند و خیر دنیا و آخرت به همه شما مرحمت کند. این همایش وزید گذشته از اینکه سبقه دینی اولاً و سبقه علمی ثانیان دارد، سبقه حقوقی هم دارد، زیرا حقوق متقابل مادر و فرزند ایجاب میکند که فرزند مادرش را بشناسد و بشناساند و بر این پیوند فرزندی و مادری فخر کند. اگر فرمود و ازواجه امهاتکم و اگر فرمود حرمت علیکم امهاتکم و اگر حکومت توسعه موضوع در اینجا سهم تعیین کننده دارد که دارد و اگر نبود آیه و ازواجه لا تنکه و ازواجه من بعدی همین آیه کافی بود. اگر توسعه موضوع در بخشای فراوان سهم تعیین کننده دارد، در حقوق و حقوق متقابل فرزند و مادر هم سهمی دارد و اگر ازواجه و امهاتکم هست که هست و اگر حقوق مادر مشروع نیست و اگر حقوق مادر لازم است و اگر اولین حق شناخت پاکدامنی مادری مادر است، ما دیر جنبیدیم در گرایش و همایش این کنگره عظیم. اما اون چه که میتوان در این گونه از محاضر به عرضتون رسید، اولا جاهلیت را عقلانیت کردن نه کاری سهل، کار هر حکیم نیست، کار هر متکلم نیست. آدم بتواند در فضای جاهلی که فرهنگ اونها فرهنگ جاهلی است که شرح میدیم فرهنگ جاهلی ما هوه، این فرهنگ را بر فرهنگ عقلانی تبدیل کند. این یک فرهنگ جاهلی را فرهنگ عقلانی کردن کار هر عالم و فقیه هم نیست.
در جاهلیت معیار تصدیق و تکذیب قبول و نکول پدران بود. اگر میخواستن چیزی را بپذیرن، تصدیق کنن، بگوین آری، سندشون انا وجدنا آباءنا علی امه بود. و اگر خواستن چیزی را سلب و نفی کنن، تکذیب کنن، نپذیرن، برهانشون ما سمعنا من آبائنا الاولین بود. خب اگر ملتی تصدیق و تکذیبش به قبول و نکول گذشته وابسته است، این ملت مرده است. در چنین فضای خدیجه آمده برهان عقلی اقامه کرده، قبل از بعثت موحدانه خدا را عبادت می کرده، قبل از بعثت به نبوت عامه اعتقاد داشته، قبل از بعثت به نبوت انبیای ابراهیمی معتقد بوده. این با انا وجدنا آباءنا علی امه نبود، ما سمعنا بآبائنا فی آبائنا الاولیه نبود. این کاری که امام صادق سلام الله علیه طبق نقل مرحوم کلینی بعدها فرمود، این از انبیای ابراهیمی آموخت و اندوخت. وجود مبارک امام صادق طبق نقل ثقة الاسلام کلینی رضوان الله علیه فرمود اگر میخوای عالم بشی، نه اینکه حرفهای دیگران جمع بکنی. ما یک محقق داریم، یک دلال، اون که حرف دیگران نقل میکنه تحویل شاگرد میده، تو دلال علم است، او که تولید نکرده. اگر بخوای عالم باشی و اگر اون حرمت علمی عالمان را ببری، باید بفهمی چی آوردی، نه بفهمی چی دیگران چی بار کردن. بین دلال علم و بین فقیه فرق است، بین دلال علم و حکیم فرق است، بین دلال علم و متکلم فرق است، بین دلال علم و مفسر فرق است. خدیجه در عصر دلالی محقق بود، او موحد بود. او قبل از اینکه وجود مبارک حضرت به مقام بعثت برسد، موحدانه خدا را عبادت میکرد. هرگز نمیگفت انا وجدنا آباءنا علی امه، هرگز نمیگفت ما سمعنا با آبا. اگر میگفت آبا اینا یعنی ابراهیم و اسماعیل و یعقوب و اسحاق، این ارزش ندارد ما همچه مادری رو بشنسیم؟ ما فرزند این مادری. وجود مبارک امام صادق فرمود شما اگر بخواید عالمانه زندگی کنید، دو طرف بسته است، هم ورود ممنوعه هم خروج ممنوعه. بخواید سر تکون بدی، بالا ببری، نفی کنی، باید برهان دستت باشه. بخوای سر خم کنی، تصدیق کنی، فتوا بدی، باید برهان دستت باشه. این از قرار روایات امام صادق سلام الله علیه است که برای مکنی در شفت این الله سبحانه وتعالی قد حسن او حز او خس به سس نسخه حسن عباده به آیتین من کتابه. فرمود ذات اقدس اله راز را باز نگذاشته که هر جوری بخوای حرف بزنی، هر جوری بخوای بنویسی، هر جای بخوای بری، دو طرف بسته است، کجا بخوای بری. اگر بخوای تصدیق کنی، باید برهان دستت باشی، نه دلال باشی. اگر بخوای تکذیب کنی، باید برهان دستت باشی، نه دلال باشی. نه چون گفتند، چون میگویم ان الله سبحانه و تعالی قد حسن عباده به آیتین من کتابه او خس او حز. همون دو تا قلعه است، دو تا دژه، هر دام دژوان داره، دو طرف حسنه، بسته است، کجا میخوای بری. میخوای تصدیق کنی چیزی را بگوی آری، باید برهان دستش باشی. الله یقول علی الله الا الحق. میخوای تکذیب کنی، چیزی را نفی کنی، باید برهان دست باشه تو ذات اقدس الله. فرمود بلی کذبوا به ما لم یحیطوا بعلمه. این قصاب کفاره، کافر نه برهان دستش است با این و سر پای میاره میگه آری، نه برهان دستش است سر بالا میاره میگه نه. مؤمن دو طرفش بسته است، بخواهد تصدیق کند، یه حسنی، یه قلعه است، یه دژبانی دارد، اون دژبان این آیه است.
ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان اولئك این مسئول همینه الله یقول علی الله الا الحق همینه بخوای تکذیب کنی بگی نه باید برهان دستش باشد وگرنه مشمول اون کریم هستی بلی کذب و به ما لم یحیی هر دو در وصف کفار دیگه بلی کذب و به ما لم یحیی تو به علمه این اصل جاهلیت است که فرهنگ تقلید است دلالی است نه تحقیق و نه استدلال در چنین اصلی خدیجه کبرا عالمه عابده زاهده موحده بود مادر ما این است ما فخر میکنیم که همچه مادری داریم درست است او 12 معصوم و معصومه به بار آورد مادر ما هم هست به ازواج و امهاتکم قضیه مادرها رو بدونیم خب کی اون روز او رو موحد کرد؟ در کدوم مکتب درس خون؟ این حنفا قبلا این دور بودن این بخش فرهنگی که وجود مبارک مادرمون خدیجه کبرا علیها 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 تحت و سنا آمده فرهنگ عقلانیت را در فضای جاهلی پیاده کرد چون اون فرهنگ جاهلی بود اقتصاد جاهلی هم داشتن اقتصاد جاهلی در محدوده ربا دور می زند بارها به رسول رسید از آمریکا هیچ کاری ساخته نیست چون که نبود دیگه ما 10 سال جنگ داشتیم دیگه 8 سال جنگ خارجی بود 2 سال هم جنگ داخلی همین که بهمن 57 انقلاب به ثمر رسید گلوله ها و مرزبندی ها و خاکریز ها در خلق ترکمن گنبد شروع شد کردستان شروع شد خلق مسلمان شروع شد خلق عرب شروع شد با 2 سال ترور داشتیم و جنگ داشتیم جنگ داخلی بود 8 سالش جنگ خارجی بود خب در تمام این 10 سال اون آمریکای پرید نقش داشت دیگر و نتونست کاری بکنن و نمیتواند کاری بکنن چون هوه معکم خدا با شماست اما همین آدمی بیورزه اگر بگوید گزینه نظامی روی میز من است خیلی ها حساب میبرن اما خدا و ما ادراک ما خدا گفت گزینه نظامی روی میز قرآن منه بانگ ربوی فأذنوا بحرب من الله با من طرفی هیچ کسی تکون نمیخوره این جاهلیت دیگه در جاهلیت کهن که دین در سوره احزاب ما گفت نه جاهلیت کهنه نه جاهلیت تازه لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا در اون جاهلیت که ربا یک پیمان تجاری و اقتصادی رسمی بود از یک سو دامن فروشی یک تجارت رسمی بود که فرمود لا تکرهو فتیاتکم علی البغاء ان اردت حسنا از سوی دیگر هر دو را خدیجه خط بطلان بست تجارت سکتی داشت مال فراوان داشت هم ربا را تحریم کرده بود هم بغا را این کار مادر بود خب اون ثروت کلان نیازی نداشت که انسان کالای مال و تجاره را در اون راه ناامن از شام به مکه و از حجاز به مکه ببرد که این با ربا میتونم آنس آسون دیدگی کنم هم جلوی ربا را گرفت هم به آیه نیامده لا تکره فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحصرا که تجارت رسمی دی بود امروز هم در فضای مجازی تجارت رسمی یک عده است همون جاهلیت کهن است جلو را گرفته این کار ما داره باست پس فرهنگ را عوض کرده اقتصاد را عوض کرده طهارت را عوض کرده ربا را تحریم کرده عمل کرده این کار مادر ما و اگر ببینید این همه خضوع ائمه علیهم السلام در پیشگاه مادر میکنن برای آن است که البته این نه تنها چون مادر 12 معصوم و معصومه است خب فاطمه بنت اسد مادر 12 امامه این مقام نداره این سلام و عرض ادب خاصی که اهل بیت نسبت به خدیجه دارن
ما را موظف کردند که در پیشگاه حضرتش جایی که مادر 12 معصوم و معصوم است، وگرنه فاطمه بنت اسد هم مادر 12 امام دیگه. هر کدام از اینها ما من لا له مقام معلوم، این خدیجه است. خب پس بنابراین ما اگر بخواهیم ببینیم اون رهاوردش در اسلام چیست، تبدیل فرهنگ جاهلیت، الان الجمع هنگ کارو بکنیم، تبدیل فرهنگ جاهلیت به فرهنگ عقلانی یک، تحریم بانک‌های ربوی دو، تحریم مراکز فساد در فضای مجازی و غیر مجازی سه. اینا کار مادر ما بود. اگر این مادر بخواهد از ما راضی بشود، باید راه او رو طی کنیم. حقوق یعنی چی؟ مگه مرده و زنده فرق میکنند؟ همه شما به لطف الهی میدونید پدر و مادر حق میدارن، راهی را که رفتن باید با اون راه رو طی کنیم، چه زنده چه مرده. اگر کسی در حیات پدر و مادرش آق اونها نباشد، داد گرفتر حقوق بشود، او همینه دیگه. این دعای مخصوص وجود مبارک امام سجاد در صحیفه نسبت به پدر و مادر همینه دیگه. ما باید باور کنیم که ازواجه و امهاتکم تنها این نیست که بریم زیارتی از سلام علیکه بگوییم، باید راه اونها رو بریم دیگه. اگر و ازواجه و امهاتکم هست که هست، و اگر سند حکومت توسعه موضوعی عام است که هست، و این همینه دیگه. این راه مادرمون رو باید بریم و راه مادرمون اینه. حالا وجود مبارک خدیجه کبری سلام الله علیها ویژگی های خاصی داشت که توی نوشته های اخیرم شما میبینید هست. طرف مشورت پیغمبر بود، سعی میکرد منزل را خوب نگه بدارد. روزها برای حضرت تا کوه حرا غذا ببرد. وجود مبارک هست امیر فرمود، البته تنها کسی که با خبر بود من بودم. بسیار از شما مکه مشرف شدید، کوه حرا مشرف شدید، اون غار رو زیارت کردید. حضرت امیر دارد که او ساریان متبادی وجود مبارک حضرت کان یجاورو به حرا، فقط من میدیدم که پیغمبر تو اون غار چی ناله ها میزند، با کی حرف میزند، فقط من میدیدم. ولا یراه احد غیری، اما کی برای او غذا می آورد؟ همین خدیجه بود. اون مال و تجاره فراوان را به برکت اشراف اون حضرت، نه کارگری و کارمندی اون حضرت، با اشراف اون حضرت به سوداوری تبدیل کرده است. همون مردمی که ازار او تجارت لو لهوان فزو الیها، همون مردم را رام کرد. اون لهو زمینه تجارت است، لذا زمیر تثنیه نیست. ازار او تجارتن او لحوان فزو الیه ما نیست، اصلش اون تجارته. ازار او تجارتن او لحوان فزو الیه ها، نه الیه ما، اصل تجارته. اون کوبیدن هم برای تجارت بود و کل جریان را خدیجه سلام الله علیها رهبری کرد در زمان جاهلیت. همون وقت هم یه عده هدایت شدن و موندن. و رفتن به کوه حرا با نبود وسیله، یعنی تقریبا پیاده، اون راه طولانی، این کار خدیجه بود. این یه مریم ثانیست برای ما. در قرآن کریم فرمود وذکر فی الکتاب مریم. وجود مبارک خدیجه سلام الله علیها نه تنها چون مادر ماست الگوی ماست، چون زن است الگوی جامعه است، الگوی زنان. بارها یعنی بارها شنیدیم کمال انسان در روح اوست. اولا روح مجرد است، ثانیا مجرد نه مذکر است نه مؤنث، ثالثا دین آمده این مجرد را شکوفا کند، رابعا لذا فرمود ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فلان، ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و لوط، للذین نه للاتی. الگوی جامعه بد نه زنان بد، الگوی جامعه بد زن فرعون، زن نوح است. الگوی
جامعه بعد هم از زن و مرد زن لوط است. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط. للذین نه للاتی. زن الگوی جامعه است، چه مرد چه زن، معلوم شه ذکورت و انوثتی در الگو نیست. و مریم سلام الله علیها الگوی جامعه خوب است، چه مرد چه زن، نه للتی یا للاتی. اگر بدن بود اون وظایف بدنی و حقوق بدنی بود، بر کی جهاد است، بر کی جهاد نیست، بر کی تبعال است، بر کی تبعال نیست، این حقوق مختلف اسلامی است که حق است و عدل است و صدق است، برابر بدن تنظیم شده. اما هیچ یعنی هیچ کمالی در اسلام مشروط به ذکورت، ممنوع به انوثت نیست. هیچ رسالت و نبوت و اینا رهبری، اینا کار اجرایی است، اینا کمال نیست. پشتوانه نبوت و رسالت ولایت است. همه یعنی همه محققین ما این راه با برهان ثابت کردند که پشتوانه رسالت کار اجرایی است. برو این ابلاغ بکن. چرا؟ چون تو ولی منی. برو به مردم ابلاغ بکن. چرا؟ چون تو ولی منی. ولایت پشتوانه نبوت است، رسالت است، همه کار است. اون ولایت مشروط به ذکورت و ممنوع به انوثت نیست. این صدیقه کبراست. خب مرحوم کرینی این رو همتون جلد اول کافی نقل کرد که بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم جبرئیل، یعنی جبرئیل، این بر حضرت زهرا نازل میشد و مطالبی رو میفرمود. وجود مبارک صدیقه کبرا یاد به خاطر میسپرد. وقتی حضرت امیر اومد به حضرت امیر املا میکرد، این میشه مصحف فاطمه. حضرت امیر سلام الله علیه بشارت میخواست که امروز چه خبر است، جبرئیل برای تو چی آورده. احکام فقهی که فرمود در نهج البلاغه است، لقدن قطع به موت که ماین قطع به موت احد. بعد رحلت وجود بارک حضرت، حضرت امیر عرض کرد خدا دیگه وحی تشریع قطع شد و دیگر وحی نخواهد آمد الی یوم القیامه. لقدن قطع به موت که ماین قطع به موت احد. اما وحی تکوینی، وحی انبائی، وحی تسدیدی، علم به غیب، اینا مرتب هست. ارجام برای وجود مارک حضرت دیگه. اون وحی که تمام شدنی نیست، اون علم که تمام شدنی نیست. چرا اینا گفتن علم ما نامحدوده؟ با اینکه خودشون وجود محدودی دارن دیگه. تو روایات ماست علم امام نامحدوده، با اینکه خودش یه وجود محدودیه. یه نهر بخواهد حرف بزند دو جوره. اگر منقطع الاول و الاخر باشه میگم محدودم، اما از یک طرفی نهر اگر به بحر وصل باشد میگه من نامحدودم دیگه. درست است نهر محدوده، اما مرتبط به نامحدود دیگه. کم نیست روایاتی که میگوید علم ما نامحدوده، ما که خودشو محدودم دیگه. یک ولی خدا که به علم الهی وابسته باشد، به لدن وابسته باشد، این انکل طلق القرآن من لدن علی حکیم، علم لدنی که فقه و اصول و فلسفه و کرام نیست، در قبال این هم نیست. همین علوم را انسان یا از استاد یاد میگیره لدنی نیست، یا از کتاب یاد میگیره لدنی نیست، یا از فرشته ها یاد میگیره لدنی نیست. لدن یعنی نزد. اگر بره بالا نزد خدا، هیچ واسطه و حجابی نباشه، همه حجاب نورانی خلق بشه، بشه انکل تلق القرآن من لدن علی حکیمین، میشه علم لدنی. این تموم شدنی نیست، خطا بردار نیست، خطیه بردارم نیست. در چنین فضایی وجود مبارک خدیجه سلام الله علیه اون راه را طی کرده، وجود مبارک امام صادق این بیانات فرموده، ائمه ما این راه را به ما نشون دادن. این راه وجود ذات اقدس را در باره امرأه فرعون هم یه همچه تعبیراتی داره که هیچ کمالی در اسلام مشروط به ذکورت یا ممنوع به انوثت نیست. مرجعیت یعنی مرجعیت یک کار اجرایی است.
اونی که مهم است فقاهت است و اجتهاد. زن می تواند در حد صاحب جواهر یا بالاتر باشد که چندین شاگرد تربیت کند اونا بشن مرجع. مرجع نشدن زن هنر نیست، مگه مرجع شدن مرد کماله؟ اگر زن بتواند صاحب جواهری بشود و شاگردانی تربیت کند که همشون مراجعن، هیچ لازه غیرفی لا منفی. اونی که کمال است فقاهت است، نه مرجعیت. مرجعیت کار اجرایی است. اون که کمال است ولایت است که صدیقه کبرا دارد، خدیجه کبرا دارد، فاطمه معصومه دارد، علی رتب تفاوت مراتب هنه اینو دارد. خب ما مادرمون ولی الله دیگه، چرا اعتصا نکنی؟ اعتصا یعنی اقتدا. چرا او رو اصبه قرار ندی؟ خب ما وقتی که فرزند همیشه مادریم، چرا اقتدا نکنیم؟ این که ذات اقدس الا به پیغمبرش علیه و علی آله آلاف و تهد و سلاف رو به اینها بگو و ازواج و اماتهم، یعنی شما بچه های همیشه مادریم، نه فقط بیر زیارت اونها. این هشدار است به عظمت بیت. شما از این بیت تربیت شدید، شما شناسنامه دارید. چرا بچه های شیرخوارگاه به جایی نمیرسن؟ چون نمیدونن بچه کی هن که. چرا بچه های کسانی بیوت علمی هستن غالبا به مقام علمی میرسن؟ چون شناسنامه دستشونه. این آیه به ما میگه شما شناسنامه دارید، مادرتون اینه. خب اگر از اون طرف هم یه شناسنامه دیگری هم به ما دادن، گفتن هر کسی که به دنیا آمده پدر و مادر او برای شناسنامه میگیرن، دیگه طبیعی است. اما وقتی بالغ شد شناسنامه‌اش رو خودش باید بگیرد. کسی که بالغ شد شناسنامه طبیعی به درد او نمیخورد، باید شناسنامه میگیرد. و حضرت اعلام کرد فرمود انا و علیان ابا و حاضر امم، ما حاضریم شما رو به عنوان بچه فرزندی قبول بکنیم. خب اگر ما آمدیم و حالا درباره خدیجه کبرا مادر ماست، اگر آمدیم و وجود مارک هستعمیر را به عنوان پدر قبول کردیم، که باید قبول بکنیم؟ باید مادر ما که خواهد بود؟ خب چرا ما اینها رو محترم نشمونیم؟ چرا خودمون رو کم، چرا برای بازی وقت صرف بکنیم؟ فهمید انا و علیان ابا و حاضر امم. پس وجود مبارک خدیجه از دو منظر مادر ماست. یکی قرآن کریم فرمود از واجه امهاتون، یکی اینکه وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آله و تصفیران فرمود بیاد بچه ها ما بشید. خب ما اگر رفتیم و قبول کردیم، که انشاءالله قبول کردیم، که انشاءالله بمودن بمونیم، اگر حضرت و اونان پدری قبول کردیم، مادر ما کی خواهد بود؟ هرگز حاضر نیستیم اونها مادر ما باشن. ما مادرمون انتخاب بود بکنیم، اما طور پدرمون رو انتخاب کردیم. اگر نو همسر داشت پیغمبر مثل قرآن بود، نه مثل قرآن، که حقیقت قرآن بود اولا، یعنی اولا. و قرآن دو تا اثر دارد، یه عده گمراه رو گمراه‌تر میکند، یه عده براه رو براه‌تر میکند. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. چطور قرآن یه عده رو کورتر میکنه؟ این شمس مگر اعشا را کورتر نمیکنه؟ کسی که زخم گوارشی دارد، زخم معده دارد، این گلابی هرچه پرآبتر شیرینتر باشد داد او رو بیشتر در میاره. تقصیر گلابیه یا تقصیر دستگاه گوارش اوست؟ طبیب بهش میگه تو که دستگاه گوارشت بده میوه شیرین نخور، این میوه دردت رو بیشتر میکند. ولا یزید الظالمین الا خسارا. ما اختیار خودمون دیگه، وقتی اون اولی در اختیار ما نبود. یکی از بیانات نوراوی که مربوط به حضرت امیر است که تو احتجاجات برای تبرسی هست، که یه بحث فقهی دقیق دارد که وجود بارگاه حضرت امیر، بعضی از زنان پیغمبر را بعد از اون پیغمبر، بعد از مرگ پیغمبر طلاق داد. یعنی چی؟ این لقب پر افتخار ام المؤمنین را از کسی که حرب و که حربی را رعایت نکرده میگیرد دیگه، میگیرد. من طلاق دادم بعضی از زنان پیغمبر را بعد از رحلت. این حرفا چون تو حوزه مطرح نیست ناشنا به ذهن میاد.
خب ما در پذیرش انا و علیان ابوا حاضر ما آزادیم دیگه، ولی با جان و دل قبول کردیم. وقتی وجود بارک هست امیر را به عنوان پدر قبول کردیم، مادری که باید دخاب بکنیم صدقه کبراست. وقتی وجود بارک پیغمبر را به عنوان پدری قبول کردیم، مادری که باید بخوام انتخاب کنیم خدیجه کبراست. این دومی اختیاری ماست دیگه. اون اولی که با گفتن ما گفتیم آمن نابسلم نام، دومی رو گفتن انا و علیون ابوا هذه الامه. ما هر لحظه این حقوق را این عقوق را باید بررسی کنیم. این حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، همینه دیگه. وجود بارک هست امیر هم از یک منظری فرزند خدیجه کبرا بود، برای اینکه و ازواج و امهاتکم و ام المؤمنین دیگه. وجود بارک هستمی در مقطعی از زندگی در پرورشگاه خدیجه کبرا سلام الله علیه ما تربیت شد. البته تربیت الهی داشت. این رو شما تو صوت العدالت الانسانیه میخونید. این حوادث هست البته. یک گرانی در جاهلیت رخنه کرد. ابو طالب سلام الله علیه و رضوان الله علیه که این هم متاسفان مظلوم است. این مرد الهی، این به سایر برادرانشون، به عباس، به دیگران پیشنهاد داد، یا خود عباس پیشنهاد داد که، یا وجود بارک پیغمبر پیشنهاد داد که این گرانی در مکه به خیلی آسیب رسونده و عموی ما ابو طالب آسیب بیشتر رسونده. الا نحملو ثقل ابی طالب. این پیشنهاد اون حضرت در اون محضر بود. عباس و خود حضرت و دیگران اینا تأسیس کردن که بریم بار سنگین ابو طالب را توضیح کنیم. حضرت بود گرانی تورم بر عموی ما ابو طالب تحمیل شده و هم عائله منده، بریم عائلش را توضیح کنیم. الا نحملو فقل ابی طالب. گفتن بریم. یک جلسه مشوره تشکیل دادن، رفتن منزل ابو طالب، با او در میان گذاشتن. ابو طالب هم گرانی عائله و گرانی اقتصاد سنگینی عائله را احساس کرد. فبود ابن ندرد دعولی عقیلا و خذوا من شئتم. من چند تا پسر دارم، پسر بزرگم عقیل است، او را برای اداره امورم بگذارید، هر کدام از این بچه ها را خواستید ببرید برید. اول کسی که اقدام کرد وجود مبارک پیغمبر فبود علی مال منه. این خواست خداست. ما نمیدونیم گرانی برای چیه، ارزانی برای چیه. خب زراره از شاگردان مخصوصی حضرت است. یه جمعی رفته بودن وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در حضور اونها از زراره نقادی کرده. زراره بعد خدمت حضرت ارشد عبدالرسول ما که شاگرد ویژه شماییم، هر روز هم که در محضر شما بخوایم بیاییم میهیم، شما در غیاب ما آبروی ما رو بردید، این چه مصلحتی بود؟ فهم من در غیاب شما رو حفظ کردم. این سواکی ها آمده بودن، اینجا نشسته بودن، اینا منتظر بودن من از شما تعریف میکنم یا از شما رو بگیرن. شما شنیده ای که خضر کشتی را سوراخ کرد که سالم بماند؟ کار ما مثل کار خضره، گاهی آسیب میرسونیم که بمونن، وگرنه تو به شما محترمی، از شاگردان مایی. ما گاهی جای نقد میکنیم که این طلای زرین بمانه، گاهی هم اینطوری حادثه اینجور پیش میاد. حضرت مدعولی عقیلا به خضو من شهد مر که تو میخواستی بگیر. اول کسی که اقدام کرد بوده بارک پیغمبر علیه و علیه و علیه و علیه و علیه و علیه علی سهم منده. وجود بارک هست امیر از همون اول تحت تربیت وجود بارک پیغمبر. و خب وقتی علی آمد منزل، کودکی بود تقریبا اون روزها، تمام مدیریت داخلیش به عهده خدیجه مادرمون بود دیگه. اولین بار ما از مرحوم آیت الله عاملی، عاملی بزرگ، اون که هم مرحوم آغزیا در اجازه اجتهادش نوشته کهف المجتهدین نل ازام،
هم مرحوم آقای نائینی در اجازه اجتهادش نوشت صف و طول مجتهدین العظام. وقتی انسان اون مجتهدها را میبیند در خیلی ها، ما اولین سالی که درس خارج بخوندیم در تهران رفتیم درس ایشون. اولین سال خب ما طلبه ای که تازه کفایه و اینش تموم شده خارج میخوره، بالاخره جزوه نویسی رو از استادش باید یاد بگیره. این مصباح الهدایه اون رو چاپ نشده بود، تازه ایشون داشتن میرمیشتن که بعد چاپ کنن. این 12 جلدش تقریبا چاپ شده یا بیشتر و میدونی یک کتاب مختقه نیست. ایشون هم خوش بیان است هم تحقیق کننده خوبی است. اون تعلیقاتش بر شرح منظومه هم همینطوره. من وقتی جزوه ایشون گرفتم که بخونم تقریبا 40-50 صفحه بود اون اولی گرفتم، تمام یعنی تمام، در بالای تمام این صفحات هر صفحه بسم الله الرحمن الرحیم یا صاحب الزمان ادرکنی. ما بعد یه چیز می‌نویسیم، اول می‌نویسیم بسم الله الرحمن الرحیم، بعد می‌نویسیم آخر، ما دیگه دوبار نمی‌نویسیم. اینا باور کردن که به ولایت وابستن. تمام صفحات بالاش بسم الله الرحمن الرحیم یا صاحب الزمان ادرکنی. اینجور زندگی، اینجور زندگی. این بزرگوارا در اون راه به این صورت، خب اینا ام المؤمنین. بنابراین ما اگر چون چه بخواهیم مادری انتخاب بکنیم، این رو انتخاب بکنیم نه او رو انتخاب بکنیم. من در فکر بارم خیلی خسته شدم، اجازه بدید کم حرفا رو کم کم جمع بکنم. برای ما حرف زدن بیش از نیم ساعت معنی داره، بالاخره را کم کم حرفا میزنم. فتحصل خدیجه سلام الله علیها نه تنها ام المؤمنین فقهی است، ام المؤمنین فرهنگی است، ام المؤمنین اقتصادی است، ام المؤمنین عفاف و حجاب است، ام المؤمنین و همین وجود بارکه هست امیر سلام الله. اولین باری که از مرحوم آقای آملی شنیدیم این بود که کسی رفت خدمت وجود بارکه امام صادق سلام الله علیه، عرض کرد که چرا پیغمبر میگن ابوالقاسم؟ فرمود یه پسری داشت قاسم بود، میشد ابوالقاسم. عرض کرد یا ابن رسول الله، نه من برای این سوال آمدم نه شما میدونید برای این سوال. زدنی بیانن کنیه اینها، نام اینها، هر کدوم راز رمزی داره. همون حالا که آماده شدی من راز و رمز ابوالقاسم بودن پیغمبر را بگویم، اولین بار این حدیث را لواد نورانی این استاد مشید فرمود نه این از که علی ابن ابی طالب تربیت شده مکتب پیغمبر است. فرمود نه آن است که شاگرد فرزند استاد است و استاد پدر اوست. عرض کرد بلی رسول. فرمود نه آن است که علی غصیب الجنت و النار، غصیب الجنت و النار است، تقصیر بهشت جهنم دست کیه؟ مگر نان است که علی قسیم الجنت و النار است. عرض کرد بلی رسول. فرمود پس پیغمبر ابوالقاسم دیگه. این بیان لطیف را اولین بار ما از محضر اون استاد شنیدیم. بعدها دیدیم مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو معانی الاخبار این حدیث نقل. ما یه هم چیزی داریم، دنبال چی داریم میگردیم؟ شما عزیزان باید بدونید هر کسی روی خدا سبحانه استعدادی داد، ما من نالا لهم اقام معلوم، تنها برای فرشته ها نیست. الناس ذهب و معادن و که معادن ذهب و الفضه. این اصل اول. اصل دوم اینه که هر اندازه که خدا به ما چیزی داد مسئول است. به تسالانه یه اومده اینه، ما به مقداری که میفهمیم مسئولیم دیگه، مقداری که نمیفهمیم که مسئول نیستیم. یه مسئل دوم، اگر به ما یه استعداد راقی داد و در خودمون احساس کردیم که گاهی با صاحب جواهر کلنجار میریم، گاهی با شیخ انصاری کلنجار میریم، گاهی با دیگران بزرگترها پایینترها حاضر نیستیم هر حرفی رو بپذیریم، این روحیه دلالی در ما نیست، روحیه تحقیق در ما هست، معلومش مسئولیم. یه هم که طلبی بره امام جماعت بشه، امام جمعه بشه، نماینده بشه، بعید بتواند در روز قیامت جواب خدا رو بگه. این نهال فروشی یک قده است برای حوزه. حوزه را مراجع تعمیم کنند، اون استوارهای
در سابقه از این هزار سال قبل این طور بود. اون مراجعی که در سن 90 بودن، بین 70-80 تا 90 یه چند سالی بودن، یه چند نفری هم بودن، بین 60 محققین فراوانی بودن که تاریتل و مرجع بودن. حوزه های نجف و غیر نجف را مرجعیت دینی حفظ می کند. دین مردم و مرجعیت هست. اگر یه طلبه اون هوش را در خود می بیند، باید بداند این هوش را ارزان نفروشد. این نهال فروشی یک آفتی است برای حوزه. حوزه باید بدونه امام جماعت شدن چیز واجب کفایی است، امام جماعت شدن واجب کفایی است، قاضی شدن واجب کفایی است، هم بر همه ما واجب کفایی است. اینا رو باید تامین بکنیم، نظام ما رو تامین بکنیم، دعا هم بکنیم. این وظیفه ماست. اما اگر کسی الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، این هیچ جوابی ندارد در قیامت پیش خدا که بره امام جماعت بشه، امام جماعت بشه. این فقط و فقط و فقط باید در حوزه بمونه بود، تدریس کنه بود، تألیف کنه بود، شاگرد تربیت کنه، مجتهد تربیت. حوزه باید اینجور باشه. شما بین خود و بین خدا خود این راه رو باید داشته باشید. وگرنه صفوت المجتهدین العظام تربیت نمیشه، کهف المجتهدین العظام تربیت نمیشه. چهار تا شبهه فقهی یا غیر فقهی آمد، دیگه نمیتونه پاسخ بده. ما الان غرق نعمتیم. این انقلاب صدها سوال برای ما آورد که باید جواب بدیم. همه شما، یعنی همه شما با تفسیر آشنایی. اون چه که مرحوم شیخ طوسی در تبیان ذکر کرده است، با یه تنظیم خاصی مرحوم امینالاسلام در مجمع البیان ذکر کرده، کمتر چیزی تازه آورده باشه. بعد از امینالاسلام چند قرن فاصله شد تا مرحوم فیض تفسیر نوشت. بعد از فیض 400 یعنی 400 400 سال حوزه خاموش بود، مرده بود. بین فیض تا المیزان 400 سال فاصله است. یا رب، وقت قرآن وقتی مهجور باشه چی میتونه جامعه را اداره کنه؟ نگذاشتن یا غافل بودیم یا نخواستیم 400 سال این قرآن متروک. بعدم که مرحوم علامه آمد، خب اگر این فقط میخواست کتابای قبلی رو بنویسه، اگر نبود جنگ جهانی اول، نبود جنگ جهانی دوم، نبود جریان مشروطه، علامه طباطبایی هم حد اکثر یه مختصری از صافی بیشتر مینوشت. اما و ما ادراک ما المیزان، المیزان کجا، صافی کجا؟ این جنگ جهانی اول چقدر برکت آورد، جنگ جهانی دوم چقدر برکت آورد. اینا یه قده سرطانی دیگه، قده سرطانی چقدر برکت میاره. صدها دانشکده پزشکی وسیله سرطان تأسیس شده. ما شر به ذات که تو عالم نداریم، اینا شر بلعرضه. اگر مرض نبود این همه پزشکی و وزارت بهداشت و درمان تأسیس میشد؟ این انقلاب صدها مسئله آورد، صدها مسئله، صدها جواب میخواهد. این صدها جواب را طلبه ای که بره امام جماعت و امام جمعه میشه از او ساخته نیست. این فقط از طلبه ای که زرین فکره. اگر استعدادی در خود دیدید جواب خدا را باید بدید. البته با قناعت میشه زندگی کرد، با قناعت میشه زندگی آبرومندانه داشت. هر ما بر زندگیمون باید مسلط باشیم، نه تحت زندگی ما. این پیام مادر ماست. اون شعب ابی طالب رو مادر ما تهیه کرد. اگر گفتیم کنگره بین الملی خدیجه یعنی با تحریم ساختن، با دین ساختن، علیه تحریم قیام کردن، اینه صدها، یعنی صدها این گوی و این میدان. اون روز خدا غریق رحمت کنه شهید مطهری رو، یه حرف خوبی زده بود. گفته بود اون کسی که قاتل حسین ابن علی سلام الله علیه بود تنها شرم نبود. ما میگیم خدا یا لعنت اون کسی که قاتل حسین، بعد شاید و باید و تابت، اونا رو میگیم دیگه. امروز شبهه علمی، شبهه عبائیه ناینی نیست، اون رخت بربست، اون کسی حساب نمی کنه. امروز شبهه علمی شبهه کانتو هگله که این جوانهای ما با سجاده میرن دانشگاه بی نماز برمیگردن. اون روز تنها شمر گذشته را بود، شمرای عصرم هم بود. امروز گذشته از شبهه عبائیه، شبهه ابن کمونه ها و شبهه کانت ها و شبهه هگل ها هم هست.
اون که جوان با سجاده را بی نماز می کند پاسخ به شبهه کانت و هگله، نه پاسخ به شبهه عباییه. این بیان نورانی امام صادق که فرمود العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، عکس نقیض هم دارده. خود استدلال به عکس نقیض هم تو کافی از دورید مباره حضرت هست. الذي هجمت عليه الذين يا الذي هجمت عليه اللوابس فليس بعالم، العالم لا تهجم عليه اللوابس، من هجمت عليه اللوابس ليس بعالم. بنابراین ما امیدواریم از این گونه از کنگره ها، از این همایش ها، علم صاحب و عمل صالح نصیب همه ما بشود. مجدداً از مقدم همه شما، مقدم همه شما را گرامی داریم. آیات بزرگوار، اساتید بزرگوار، حجج بزرگوار، دانشمندان بزرگوار، برادران و خواهر ایمانی از همه شما حق شناسی میکنیم. از جناب آقای دکتر رفیعی که تلاش و کوشش خالصانه در بزرگ داشت و برگزاری این همایش انجام دادن، ذات اقدس اله به حسن بپذیرد. همه بزرگوارانی که با ایراد مقال و مقالست بر وزن علمی این همایش افزودن، ذات اقدس اله به حسن بش بپذیرد. خدا یا امر فرج ولیت را تسجیع بفرمان. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، حوزه های فقهی فرهنگی دانشگاهی ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرمایید. روح مطهر امام راحل به شهدا را با اولیای الهی محشور بفرمایید. خطر سلفی و تکفیری و داعشی را به استکبار و صهیونیست برگردان. این کشور ولی عصر را تا ظهور اون حضرت از هر گزندی محافظت بفرمایید. پاداش شهدای مدافع حرم را که در آزادسازی حلب دادی ان شاء الله گوارای اونها باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب من خواهش می‌کنم عبادت، پرواز روح،